بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه مطلب رو سر میگیریم. در ارتباط با تهیه مدل ریاضی آبهای زیرزمینی، ما تا اینجا پیش رفتیم که شرایط مرزی رو برای مدل معرفی کردیم، مش رو تعریف کردیم و حالا نیاز داریم که ارتفاع سطح زمین و سنگ کف رو برایش مشخص کنیم. شما اگه دقت بکنید، مثلا این یه آبهای سفره باشه، این سطح زمینه، این جایی که آبی رنگ هست زون اشباع هست، اینجا سنگ کف هستش، مثلا توی این اسلاید این سنگ کف هست، این سطح زمین هستش و ما باید این ارتفاع، این در حقیقت این اگه سطح زمین رو در نظر بگیریم، اینجا باید بیایم توی این سطح زمین رو اینجا بهش بریم، توی این قسمت منو سنگ کف رو که در حقیقت این قسمت پایینی سفره هست، یا این در حقیقت این برای مثلا این سفره شماره C اینجا سنگ کف هست، برای سفره شماره B این ارتفاع این زیریه سنگ کفش هست، و برای این سفره شماره A این میشه ارتفاع سطح سنگ کفش. و ارتفاع سطح زمین هم که اینجا هست، ارتفاع سطح آب هم که در حقیقت چیه، این قسمت اینجا هستش. برای سفره 1، برای سفره B میشه این که با موس دارم روش اشاره میکنم، و برای سفره C که در حقیقت سطح ایستابیش اینجا هست، این میشه سطح پیزومتریکش. ما باید مثلا برای هر مدل سازی اینا رو براش معرفی بکنیم. حالا بریم برای اینکه ارتفاع سطح زمین رو من به یک مدل معرفی کنم، نیاز دارم که از لایه دیجیتال الیویشن مدل یا فایل رستری ارتفاعیمون استفاده کنیم، مدل رقوبی ارتفاعی. حالا اینجا این منطقه‌ای که من دارم کار میکنم، این قسمت در میان اسدآباد اینجا هستش، اینجا هستش N60E32. من N60E32 رو نیاز دارم برای کارم. این لایه‌ای که من دارم در حقیقت به صورت دسیمال دگری هستش، دسیمال دگری تو جغرافی هست، با اینو باید به زون 41 ای تبدیلش کنم. برای این کار باید برم سراغ چی؟ N60C2 رو پیدا کنم. دوباره تو اینو بزنیم، من پاکش کنم اینو، N60C2 رو بیارم. N60C2 رو من پروژکتش میکنم به زون 41. حالا N60C2 اجازه بدیم من عدش کنم، میریم سراغ نرم افزار GIS، لایه‌مون رو میاریم، اینجا هستش، این توی دمای من اینجا هستش، N60، N32 ایش هست، N32 ایش هست، این رو عدش میکنم. این در حقیقت مربوط به منطقه چی هستش؟ این تیکش مربوط منطقه در میان اسدآباد تبس مسینا هستش. اگه بخوام اینو پروژکتش کنم به زون 41، بعد ببینم اینجا پروژکت رستر رو پیدا کنم. پروژکت رستر رو که زدم، اینو انتخابش میکنم، این پروژکت رسترمو این خودش مشخصه، نوشته CGS WGS 1984، کورتیس سیستم ورودی ما هستش. اینو حالا اوتپوتمون رو میگذاریم چی؟ سیستم تصویرش میکنیم پروژکتد UTM WGS 1984 زون 41، نیمکره شمالی. این نیمکره جنوبی نیستش، ما نیمکره شمالی ایران تو نیمکره شمالی هست، ما اینو عدش میکنیم. بعد اینو چیکار میکنیم؟ خودش اتوماتیک این مسیر رو بهش، مثلا میام اینجا بهش میدم، اینو توی درایو جی مثلا مدلینگ تبس مسینا اینجا پیجات میکنم به نام دم، توی این دم براش میرزم، اینو میگذارم دم، سیوش میکنم و اوکی رو میذارم. این در اصل این دستور سیستم تصویر عوض میشه، از طول جغرافی تبدیل میشه به سیستم تصویر ریپروژکت میشه در قدر به زون 40 تبدیل میشه. حالا من اینو اگر ریمووش کنم، اینو برم زوم تو لیر بزنم، این میاد. حالا من اگر روی هر نقطه این کلیک کنم، به صورت دیجیتال الیویشن مدل هستش، این آیدنتیفای رو بزنم، روی هر پیکسل کلیک کنم، این پیکسل ولیوی من 1682، ارتفاع من از سطح زمین، از سطح دریاهای آزاد چی میشه، مشخص میشه. حالا اگه لایه اون چیزام اضافه کنم اینجا، لایه آبخانم که قبلا تهیه کرده بودم، بیام توی قسمت مدلینگ، اینجا تبس مسینا پوشه، این نیو شیپ مثلا بزنم، یا چیه این میاد اینجا روی این قرار میگیره، این آبخانه من هستش.
الان قسمتی که ما داریم مدل سازی میخوایم بکنیم اینجا هستش. خب الان ما چیکار بکنیم که اینو مقادیر ارتفاع رو براش بکنیم، مقادیر ارتفاع رو براش از برای این قسمت از مدلمون در بیاریم. برای این کار من باید یه ضرب رسیری انجام بدم، یعنی در حقیقت بیام اینجا و اینو انتخاب کنم، این قسمت از آفرنامه، یا یه پولیگون ایجاد کنم و این پولیگون رو در این مقادیر چی ضرب کنم، در مقادیر ارتفاعی، در مقادیر ارتفاعی ضرب کنم و این عددا رو براش استخراج کنم و اینا رو بگم برای مدل استفاده بکنم. برای این کار اینجایی که انتخاب کردم و بذاریم من یه اصلا این کارم میتونم به صورت یه پولیگون هم انجام بدم. اینجا اینو برم سراغ X-Tools Data Management Feature of the Class Dataset. اینجا میام قسمت اینجا به اسمش میذارم Aquifer Aquifer، اینو انتخابش کنم، Next. این به صورت شیفال هست و به صورت پولیگون هست. این اسپشیالش رو میام تعریف کنم برایش، Projected UTM WG3984 زون 41 نیکورک شماری رو اد میکنم اینجا و اینو نکس که زدم فینیش که بکنم یه چیه. حالا میتونم یه شیفال روی این ایجاد کنم. این آکیفر هم چیکار میکنم؟ استارت ادیتش میکنم. اینجا میرم سراغ ادیتور، استارت ادیتو که زدم تراس مسیر رو انتخاب میکنم و اینو آکیفر رو استارت ادیت میکنم. وقتی اینو چیز کردم اینجا میتونم یه چیه یه پولیگون ایجاد کنم و اون قسمت از دمی رو که لازم دارم و میتونم چیکار کنم، یه پولیگون ایجاد بکنم اینجا. اینجایی که دیگه چیز نداره رو دیگه من واردش نمیشم. این بلفرض یه پولیگون هستش. بعد اینو اگه بخوام صافش هم بکنم میام اینجا چیکار میکنم، اینو یه 50 تایی بهش اعمال بکنم، اوکی، اسپیسش بکنم. اینو یه سیو ادیت بزنیم بزنم ابتدا سیو ادیت، بعد این دستوریش رو اجرا میکنم. بعد اینکه این کار رو کردم میام اینجا و یک یه آیدی یا یه یکی مثلا برش ایجاد میکنم. بعد استوریت که کردم اینو با دستور کانورژن، اگه اینجا بیاریم کانورژن تولز، میتونیم اینو به رستر تبدیل کنیم. اینو رستر پولیگون تو رستر باشه، برعکس تو رستر رو که بیاریم اینجا پولیگون تو رستر رو میتونیم بزنیم. این پوزیشن ما باشه آکیفر، این دست چیزش باشه آیدی و اینو به یک آکیفر پولی من چکار میکنم تبدیلش میکنم. این کامپلیت شد، البته ببخشید اینو یه بار دیگه اینو اجرا کنم. من اندازه سل سایز رو بهش میدادم، این اگه من اینو آکیفر بگم اینجا حتما باید سل سایز بذارم چی 29 متر. اینجا هم بدیم چی، اینو بدیم به اینو اسمش بذارم آکیفر 2. این پیچر ما این پیچر ما آکیفر باشه، این خروجی ما چی آکیفر طریقا درسته همین باشه. اینو 29 متر و اینو اوکی کنیم، دو مرتبه پولیگون جدید ساخته میشه. حالا این قدیمی رو حذف میکنیم، این نیو شیپ هم اگه حذف کنم، این آکیفر پولی این من این دوتا رو باید در هم ضرب کنم. حالا یکی اینه این دمو دارم، این آکیفر رو باید اینجا پولیگون تو رسترش کردم، اینو اینپوت فیچر آکیفر بدم، ولیوش باشه آیدی سل سنتر، اینا باشه مثلا چی 29 متر. آبه این یه بار دیگه اینو باید از نو بیارم، آکیفر آکیفر میام به طول جغرافیه ای، بعد اینو استادیدیت بزنم به اصلا یه لحظه دیگه. آکیفر که انتخاب کردم اینو پنجات برش بزنم که صاف بشه آکیفر من، بعد استوپدیت. بعضی که استوپدیت کردم میرم سراغ چی
اد کردن دمم که این دمه هستش، اینو اینجا قرار میدم و اینا رو در همچین ضربش میکنم. برای ضرب کردم گفتم اینو باید رسترش بکنیم، بریم تو کانورژن تولز، تو رستر، پولیگون تو رستر، این آی کیو رو انتخاب میکنم اینجا، اینو میکنم 29 تا و این اسمش هست آی کیو پولی 3. اون دو تا یه قبلی رو چک کنم هست بشه. باز که این کار کردم این دقیقه چی میشه؟ این ساخته میشه. البته یه بار دیگه پولیگون تراسی باید حتما مقدار یک اینجا برش معرفی کنیم. آکیپر اینجا حتما مقدار یکی که بهش داریم اینجا باید چی میشه؟ مشخص بشه. این هم چی؟ 29 متر. این همش مقدارش یکه. این مقدار یک رو چکار میکنم؟ میام توی اکستنشن ایکس تولز، ایکس تولز من اسپشال آنالیز و اینجا رستر کلکولیتور رو میزنم و این دوتا چی در هم ضربش میکنم. اینو ضرب داره این میکنم تو چی بشه؟ اون قسمتی از آبخان من که دقیقت دمش میخوام چی بشه؟ دارش داده بشه. الان اینجا چی شد؟ این برش زده شد. حالا اینا رو میتونم به پوینت تبدیل کنم و این پوینت ها رو ببرم توی چی؟ رستر پوینتش بکنم. یعنی اینجا بیان تو کانورژن، باز تو کانورژن این تو رستر باید بیان پیدا کنم. تو رستر فرام رستر تو پوینت، رستر تو پوینت که بزنم اینپوت من میشه چی؟ دقیقا همین کلکولیشن من، این میشه ولیو های من دقیقا همین ولیو هاش و اینو تبدیلش کنم به یه چی، مثلا یه فایل به نام چی؟ توپور. توپور سیوش بکنم. اینو که سیو کردم این دقیقا تبدیل میشه، اینو همه به پوینت تبدیل میشه. الان این که تموم شد دقیقا ما یک سری نقاط داریم که از این دمه استخراج کردیم. این باید تموم بشه و صرف کنیم. خب این کامپیوتر اینه همه نقطه هستش. اینو که کلوز کردم اینجا میام سراغ دستور add xy. این دستور برای این اجرا میکنم که مختصات هر نقطه هم بهش چی بشه اضافه بشه. این دستور هستش. اگه دقت بکنید توی جدول اطلاعات توصیف بریم اینا هیچ کدوم چیه xy ندارن. اگه اینو بزنم چیه؟ توپر رو بزنم اینا چی میشن؟ مقادیر xyشون هم توی جدول اطلاعات توصیفش میشه. اینو بس صبر کنید که تام. این باید 100% بشه، باید صبر کنیم تا تمام بشه. بعضی که 100% شد ما خب اینا دقیقا این لایه همین چیزی که اینجا چیز شده میتونیم اینجا عدش کنیم. مثلا این آکیفر که اینجا بود توی این شکلی هستش. بعد اون دمایی هم که نیاز نداریم میتونیم دقیقا چیکار کنیم؟ حذفش کنیم. حالا مثلا اینجا برم توی چیز، توی جی دبلیو مودلینگ، اینجا ترسه مثلا اون چیزایی که دقیقا اضافه بود و میتونم حذفش کنم. این آکیفر پولی های یک و دو و اینا اضافه بود، این سه دقیقا اینا در حد چیز داره، اینا فکر کنم اضافه بود، اینا اضافه بود. اینا این که تموم بشه ما دقیقا میتونیم اینا رو ببریم و برای مدل پی ام وی رو استفاده کنیم. حالا برای اینکه این ماتریس رو دقیقا ما تاپ اف لیر رو توی اینجا پر کنیم، یعنی مقادیر ارتفاع رو بدون اینکه بیایم سلول به سلول، من میخوام سلول به سلول مقدار ارتفاع رو بدم، این کار خیلی مشکلیه. ما بیایم اینجا قسمت ماتریکس و تک تک اینا رو عدد بشونم، این کار رو مثلا با دست کردن خیلی سخته. یعنی مثلا میشه دقیقا چی؟ ما 36 تا ستون داریم و 44 تا سطر، با تک تک اینا رو عدد بشونم. اگه بخوام تک تک بهش عدد بدم باید چیکار کنم؟ یکی که مثلا 1500 فلان 540 یکی که بهش عدد بدم، که این کار دقیقا خیلی وقت گیره. اینو میتونم دقیقا با استفاده از همین ابزار جی آی اس این کار انجام بدم. یعنی دیتا هامو با ایکس ایگرگ شو مشخص کنم، بعد به قسمت منوی تولز میام اینجا اینترپولیتور پی ان دی آی اس، اینجا فایل پروتی پی ان وی هم که مشخصه، اینجا فایل در حقیقت توپوگرافی رو به صورت اینپوت بدم، یه فایل خروجی اینجا ایجاد میکنه. اینو که ساخت میام اینجا روش مثلا
پیجی رو انتخاب میکنم، یا مثلا روش دیگر رو اینورس دیستنس، یا اگه هرچی باشه اینورس دیستنس هستش. بعد اینو که اعمال کنم چی میشه؟ این مقادیر اینترپولیت میشن و میتونم از این استفاده بکنم و مدلم رو چکار کنم، دیتاش رو تکمیل بکنم. الان این تکمیل شد، این تکمیل شد، ما میتونیم چکار کنیم؟ این دیتا ها رو ببینیم توی اکسل، یعنی ایکس و ایگر بزرگش رو میتونیم چکار کنیم؟ از اینجا از قسمت اکستنشن دیتا منیجمنت، قسمت فیچر کانورژن، لیر اپریشن، سرفیس تولز، تیبل اپریشن، آره اینجا میتونیم چکار کنیم؟ این رو ببینیم توی اکسل. الان اینا رو بتونیم، اینا رو، این ستای آخری شو با شیفت من بگیرم، اینا رو، اینا رو اوکی بزنم و همه رو ببرم توی چی؟ اکسل. البته تعداد داداش خیلی زیاده، میشه اینا رو کمش کرد، یه درصدی از اینا رو انتخاب کرد.